با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز یک شنبه ششم شهریور ماه 28 ماه میلادی اوت در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. همزمان با انتشار ابعاد گسترده حمله اسرائیل به پایگاه‌های سپاه پاسداران در سوریه، نور نیوز نوشت بررسی پاسخ آمریکا حداقل یک هفته طول می‌کشد. تصمیم سران سه قوه در پی رسوایی فساد فولاد مبارکه. مجلس حق انتشار گزارش‌های تحقیق و تفحص را ندارد. رسانه‌ها هم از گمانه‌زنی در مورد پرونده‌های فساد منع شدند. و صف مردم برای برداشتن آب خوردن از چشمه در شبستر. بحران آب آشامیدنی در همدان و شهر کرد و دیگر شهرهای ایران ادامه دارد. وبسایت خبری تایمز اسرائیل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده در حمله روز پنج شنبه اسرائیل به پایگاه‌ها و تأسیسات موشکی سپاه پاسداران در سوریه، دست کم 9 ساختمان در این پایگاه‌ها کاملا نابود شدند. تلویزیون العربیه هم اعلام کرده در پی حمله اسرائیل تأسیسات تولید موشک‌های دقیق که زیر نظر فرماندهان سپاه پاسداران اداره می‌شود و برخی مراکز تحقیق و توسعه موشک که تأسیسات شماری از آنها زیرزمینی بود هدف قرار گرفته است. همچنین نیویورک تایمز در گزارشی نوشت دولت بشار اسد از جمهوری اسلامی خواسته از خاک سوریه برای واکنش به حملات اسرائیل استفاده نکند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل میگوید در صورت احیای برجام جمهوری اسلامی تا سال 2031 توانایی دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. گانتس در سفر به واشنگتن و در جریان یک سخنرانی گفت دانش و زیرساخت هسته‌ای ایران به سطحی رسیده که بخش عمده‌ای از آن غیر قابل بازگشت است. همزمان مقامات پیشین اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل به روزنامه اسرائیل هیوم گفتند که این کشور باید خود را برای یک رویارویی نظامی با ایران یا گروه‌های نیابتی آن در آینده نزدیک آماده کند. همزمان شبکه کان اسرائیل از احتمال دیدار و گفتگوی تلفنی جو بایدن و یائیر لاپید طی روزهای آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد. این شبکه خبری به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی گزارش داد زمان این دیدار پس از سخنرانی جو بایدن در مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور ماه خواهد بود. در ادامه بیشتر بشنویم از جزئیات تازه خبرهای مربوط به حملات اسرائیل به پایگاه‌های سپاه پاسداران در سوریه از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم. خب این گزارش ها از چند منبع منتشر شده، یکی از اونها تلویزیون العربیه هست. به گفته العربیه در این حمله‌ای که پنج شنبه شب انجام شد و منتسب به اسرائیل هست، یک تأسیسات تولید موشک‌های دقیق که در واقع توسط ایران مدیریت می‌شده هدف قرار گرفته. العربیه میگه برخی از ساختمان‌های این تأسیسات ساختمان‌های زیرزمینی بودند و گفته که هشدار هم داده شده که در آینده هم چنین حملاتی احتمالاً دوباره انجام خواهد شد. از اون طرف وبسایت تایمز اسرائیل گزارشی منتشر کرده و در اون بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که از قبل و بعد از این حمله گرفته شده میگه که در این حمله دست کم 9 ساختمان در این در واقع تأسیسات تخریب شدن. باید گفت که این تأسیسات در واقع این مرکز پژوهشی اسمش هست در سوریه، پیشتر هم گفته شده بود چندین بار که در واقع محلی هست که در اون احتمالاً عکسش رو هم الان می‌بینید، محلی هست که در اون هم در واقع دولت سوریه در زمینه ساخت موشک فعالیت می‌کنه و هم در زمینه ساخت تسلیحات شیمیایی. از اون طرف دیدبان حقوق بشر سوریه هم در گزارشی مدعی شده که در این حمله 1000 موشک میانبرد زمین به زمین که در واقع با کنترل ایران ساخته شدن از بین رفتند، هرچند که بعضی از کارشناسان در اسرائیل این گزارش رو دقیق نمیدونن و میگن که امکان این که 1000 موشک در این یک حمله از بین رفته باشه وجود نداره. توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید.
اما همزمان و با وجود خوشبینی ها اختلاف نظر بر سر موضوعات کلیدی احیای برجام پا برجاست. در تازه ترین واکنش نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد بررسی پاسخهای آمریکا حداقل یک هفته به طول می انجامد. کیهان روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز در شماره امروز بار دیگر مخالفت خود با احیای توافق هسته‌ای را ابراز کرده و از رئیسی خواست قید برجام را بزند. کیهان با اشاره به لغو تحریم‌ها در صورت توافق نوشت این طعمه مسئولان سیاست خارجی آمریکا روی قلاب است و دولت 13 باید قید این طعمه را بزند و تمرکز خود را بر روی خنثی‌سازی تحریم‌ها بگذارد. روزنامه جمهوری اسلامی هم با اشاره به اینکه فرآیند بررسی پاسخهای آمریکا همچنان ادامه دارد اعلام کرد موارد مهمی از خواسته های ایران مورد قبول آمریکا قرار نگرفته. به نوشته این روزنامه 3 خواسته مهم ایران در رابطه با فعالیت شرکت های خارجی، عدم تحریم شرکت های چند ملیتی و امکان ورود ایران به سویفت پذیرفته نشده و درباره آنها تضمینی هم داده نشده است. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین بر اساس شواهدی میگوید مذاکرات برجام باز هم به محاق می رود و در این هفته توافقی امضا نخواهد شد. با توجه به اینکه همزمان با گمانه‌زنی‌ها در مورد نتیجه مذاکرات برجام اسرائیل حملات خودش به پایگاه‌های سپاه پاسداران را افزایش داده، از سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل پرسیدیم آیا این موضوع ارتباطی به مذاکرات دارد؟ ببینید، اقدامات اسرائیل رو میشه در واقع مرتبط با پیشرفت‌هایی که در مسیر مذاکرات هسته‌ای رخ داده ارزیابی و تحلیل کرد، به این معنا که اسرائیل به عنوان اصلی ترین مخالف حصول توافق هسته‌ای همواره به تلاش‌های خودش رو متمرکز کرده برای اینکه جلوگیری بکنه از حصول این توافق. با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر اخبار خوشبینانه تری نسبت به دستیابی طرفین به یک توافق منتشر شده، ما شاهد این هستیم که اسرائیل هم تلاش‌های خودش رو دوچندان کرده. در هفته اخیر 2 مقام ارشد اسرائیلی به واشنگتن سفر کردند تا در دیدارهاشون با مقام‌های عالی رتبه دولت آقای بایدن در واقع نگرانی تل‌آویو رو به اطلاع کاخ سفید برسونن و از امریکا بخوان که امتیازاتی رو که از نظر اسرائیل امتیازات زیادی هست در واقع به ایران ارائه نده و جلوگیری بکنن از حصول توافق. من فکر می‌کنم اقداماتی هم که در عرصه نظامی صورت می‌گیره هدفش این هست که تنش‌های منطقه‌ای رو شدت بده و احتمالاً شاید پاسخی از سوی ایران گرفته بشه، یا اینکه تصور می‌کنن با توجه به اینکه ایران در حال حاضر در روند مذاکرات هست احتمالاً سعی نخواهد کرد که تنش‌ها رو شدت بده، در نتیجه اسرائیل از این فرصت استفاده می‌کنه برای اینکه به پایگاه‌های ایران ضربه‌های بیشتری وارد کنه. توضیحات سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم رو می‌شنیدید. از رضا طالبی روزنامه‌نگار پرسیدیم رسانه‌های ایران گزارش دادند آمریکا با خواسته‌های مهم جمهوری اسلامی موافقت نکرده. این موضوع چقدر می‌تواند مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهد؟ موانع اصلی که وجود داشته به نظر میرسه حل شده، ولی موانع جزئی هم که وجود داره و خارج از محدوده امریکاست، یعنی در حیطه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داره، حل نشده. همین گزاری که شما اعلام کردید در مورد روزنامه جمهوری اسلامی که گفته که امریکا 3 گام به عقب برگشته و 1 گام به جلو نهاده، در مورد FATF امریکا گفته که باید جمهوری اسلامی عضو این مسئله بشه که بتونه از سویت استفاده بکنه، یا در مورد تضمین به شرکت‌های اروپایی و سایر کشورها که قرار هست در ایران سرمایه گذاری کنند، امریکا نمیتونه چنین تضمینی رو بده گفته. علی‌رغم این موارد، موردهای مثل حفظ توان هسته ایران که ایران گفته در مورد مکانیزم ماشه‌ای که وجود داره مواردی وجود داره و ما باید توان هسته‌ایمون رو حفظ بکنیم که در هر شرایطی که راستی آزمایی نتیجه نداد برگردیم به اون مکانیزم، یا کاهش سانتریفیوژها که امریکا گفته که تماماً با سانتریفیوژها نابود بشه، ایران گفته که ما باید دپو بکنیم، و همچنین مسائل پادمانی که مربوط به آژانس هست، اختلافات شدیدی وجود داره. اما در یک مورد اونچه که گفته روزنامه جمهوری اسلامی یک گام به جلو هست، این هست که آقای انریکه مورا گل داده، اونچه که روزنامه جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این برجام رو اگر امضا بشه در کنگره به تصویب برسونه که مدت زمان زنده نگه داشتن برجام و حیاتش رو بتونن افزایش بدن. توضیحات رضا طالبی روزنامه‌نگار از استانبول رو می‌شنیدید.
پس از انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره اختلاس 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، رؤسای سه قوه در نشستی هر نوع گمانه‌زنی رسانه‌ای درباره این گزارش ها را ممنوع کردند. در این نشست مقرر شد گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس پیش از رسیدگی در محاکم قضایی رسانه‌ای نشود. این در حالی است که نتایج این گزارش‌ها در صحنه علنی مجلس قرائت می‌شد و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت. در گزارش 300 صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد فولاد مبارکه اصفهان، فهرست مفصلی از تخلف‌ها و پولپاشی‌های این شرکت به افراد و نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و دفاتر امامان جمعه افشا شد. در واکنش به این گزارش، 31 مرداد ماه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور خواستار پیگیری قضایی و برکناری متخلفان پرونده فولاد شد، اما بلافاصله در نشست با مسئولان قضایی وجود فساد در نظام را انکار کرد و گفت جمهوری اسلامی پاک است. دوم شهریور مجلس در اطلاعیه محتوای این گزارش را پس گرفت و اعلام کرد نسخه‌ای از گزارش که شامل اسامی نهادها و افراد است برای انتشار عمومی نبوده و نیاز به اصلاح و بررسی در دستگاه قضایی دارد. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم تصمیماتی که در جلسه سران سه قوه گرفتند خلاف وظایف مجلس است. چطور رئیس مجلس در این جلسه بوده و هیچ مخالفتی نکرده؟ بله، این تصمیمات نه تنها خلاف قوانین هست بلکه اساسا تحقیر مجلس شورای اسلامی است. در واقع از مجلس به عنوان نهاد پارلمان، به عنوان نهاد مجلس در جمهوری اسلامی عملا چیزی باقی نمونده بود. با نظارت استصوابی اینا تبدیل شده بود به یک در واقع محفل خیلی سطح پایینی که حرفای رهبر جمهوری اسلامی تکرار میکنه. منتها همون چیز کوچولو موچولو هم آقای قالیباف نابود کرد. ببینید موقعی که به پرونده قالیباف نگاه میکنید، یک دوجین شما پرونده های فساد خیلی جدی میبینید. در واقع از نظر مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین در واقع بیشترین پرونده‌های فساد اقتصادی همین آقای قالیباف داره. از شما پرونده خانه‌های میلیاردی بگیره تا اون واقعا فسادهای بی حد و حصری که در شهرداری تهران کرد، پول‌های عجیب و غریبی که برداشت برای انتخابات، چند نمونهشو شهردارای سابق منتشر کردن. شما بیای تا پرونده‌های بعدی، تا فایل صوتی فرماندهان سپاه از جعفری، آقای صادق که توش روشن میگن که بخشی از در واقع اون فساد اون هلدینگ یاس پشتش محمد باقر قالیباف بوده. خب خیلی واضحه شما یه همچین آدم فاسدی رو بگذارید اونجا، خیلی واضحه برای اینکه برای خودش حاشیه امن درست بکنه از همه چیز چشم خواهد پوشید. مقابل آقای قالیباف کی بوده؟ ابراهیم رئیسی، قاضی مرگ، رئیس سابق قوه قضاییه، یکی از چهره‌های با نفوذ در قوه قضاییه، یکی از کسایی که قبلا پرونده می‌ساخته، و اون طرف جناب محسنی اژه‌ای، اونم یکی از با نفوذترین چهره‌های قوه قضاییه، کسی که دوباره او هم پرونده می‌ساخته. به نظرم اصلا هیبت این دو نفر کافی بوده که آقای قالیباف نه تنها اختیارات مجلس بلکه اسم خودش هم پس بگیره، اصلا بگه من زنم هم طلاق میدم. برای من خیلی واضحه که همچین آدمی در مواجهه با چنین جمعی نمیتونه از مجلس یا هیته اختیارات مجلس دفاع بکنه. توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. در ادامه از رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار پرسیدیم انتظار می‌رفت که سران سه قوه برای جلوگیری از افشای فسادهای بعدی تصمیماتی بگیرند، اما اینکه رسانه‌ها و مجلس از انتشار گزارش‌های فساد منع شوند چقدر قابل انتظار بود؟ این هم طبیعتاً قابل انتظار بود. یک جستی در واقع داشتن در سالهای اخیر خود آقای رئیسی وقتی رئیس قوه قضاییه بود، خیلی اینها هم از توت‌زنی فساد در واقع صحبت کردند، گفتن که باید اطلاع رسانی بشه. اما هر این فساد مورد نظرشون، این تخلف‌های مورد نظرشون به نظر میاد که مثلا از حوزه حجاب فراتر نمیره، یعنی اونجا خیلی با کمال میل استقبال می‌کنند و وارد عرصه میشن، ولی جایی که این فسادهای میلیاردی وجود داره، حیف و میل کردنهای بیت المال وجود داره، وارد عرصه نمیشن. مسئله همین است که اساسا این به امر پذیرفته شده است، یعنی شما به در واقع این که پرداختی هایی وجود داشته باشه به این سازمان هایی که نام بردم در زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، امامان جمعه و جماعت، این ایرادی نداره. اساسا از نظر حاکمیت فساد هم تلقی نمیشه، ولی اگر قرار بر تصویه حساب سیاسی باشه اون وقت وارد عرصه میشن و این گزارش هم به هر حال ما میدونیم که بر اساس سیاسی کاری اساسا شکل گرفته بود. توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر.
با گذشت 4 ماه از ریزش ساختمان متروپول، روزنامه اعتماد در گزارشی درباره وضعیت یکی از کارگرانی نوشت که از زیر آوار بیرون کشیده شده و 17 روز در کما بوده است. این کارگر در اثر همین حادثه یکی از پاها و انگشتان دست چپش را از دست داده و حالا با کمک خیرین زندگی خود و خانواده اش را می‌گذراند. در جریان ریزش ساختمان متروپول 43 نفر جان باخته و 37 نفر مصدوم شدند. روزنامه هفته صبح در گزارشی به سختی‌ها و مشکلات دریافت ویزای شنگن برای ایرانیان پرداخته. بر اساس این گزارش در سال گذشته 25% تقاضاها رد شده و کشورهای بلژیک، سوئد و آلمان بیشترین سختگیری را برای صدور ویزا داشتند. بر اساس این گزارش سفارت یونان کمترین سختگیری ها را داشته و فقط 1% از تقاضاهای صدور ویزا از سوی ایرانیان را رد کرده است. روزنامه هم‌میهن در گزارشی به کمبود پزشک و متخصص در ایران پرداخته. بر اساس این گزارش به دلیل نبود متخصص، بیماران بدحالی که خونریزی مغزی کرده یا زایعه نخاعی دارند فقط از سوی پزشک داخلی معاینه می‌شوند و موارد زیادی بوده که بیمار به دلیل نیامدن پزشک متخصص فوت کرده است. بر اساس این گزارش سرانه پزشک متخصص به ازای هر 10,000 نفر 5 تا 6 پزشک است. فائزه هاشمی فعال سیاسی از فعالیت حزبی محروم شد. بر اساس اعلام خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، ممنوعیت فعالیت حزبی فائزه هاشمی به دلیل محکومیت‌ها و سوابقی است که به گفته فارس او در اقدام علیه مصالح کشور و تبلیغات علیه نظام داشته است. دادستانی تهران حدود 2 ماه پیش از صدور قرار مجرمیت برای فائزه هاشمی به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داده بود. روزنامه شرق در گزارشی به وضعیت کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی پرداخته است. بسیاری از این کودکان با انواع آسیب‌ها در این کارگاه‌ها مواجه هستند و با دستمزدهای حداقلی کار می‌کنند. این کارگاه‌ها موضوع اصلی یکی از پژوهش‌های جمعیت امام علی تحت نظارت سعید مدنی جامعه شناس بود، اما پس از مدتی این پژوهش به دلیل نگاه‌های امنیتی متوقف شد. همکارم نیکی محجوب از جزئیات بیشتر این گزارش شرق می‌گوید. ببین، بحث این که خب در نظر بگیریم الان بیش از 2 دهه است که جمهوری اسلامی پیوسته به کنوانسیون حمایت از در آیلو یا کنوانسیون حقوق کار، و توی اون اشاره شده به اینکه کودکان نباید کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشند. از اون موقع تا الان هیچ اقدامی صورت نگرفته. توی این گزارش اومده به کارگاه‌های حاشیه‌ای اشاره شده که شرایطشون بسیار بده. کودکان در سنین پایین، عمدتا 9 10 تعدادی کودک 16 ساله در اون کار می‌کنن. یکی از این کارگاه‌ها کارگاه بلور که خب می‌دونیم وقتی که میخوان شیشه رو بسازن حرارت بالاست، توی گرما بسیار خطرناکه. این بچه ها عموما با سوختگی مواجه شدن بر اساس این گزارشی که از عمده بچه هایی که در این گزارش بهشون اشاره شده کودکانی هستن که اتباع افغانستانی هستن، در شرایط سختی هستن. حتی خود این بچه ها گفتن وقتی که دچار سوختگی میشن به مرکزی مراجعه نمیتونن بکنن، شناسنامه ندارن، باهاشون بد برخورد میشه. در گزارش اشاره شده به اینکه بسیاری از این کودکان مورد آزارهای جسمی، جنسی و روانی قرار میگیرن. نکته دیگه ای که از این کودکان از 6 تا 5 عصر باید کار بکنن با حداقل حقوق. در ادامه از نیکی محجوب پرسیدیم آیا نهادی مسئولیت رسیدگی به وضعیت این کودکان را بر عهده دارد؟ ببین، وزارت کار مسئول بود وقتی این کنوانسیون در سال 80 امضا شد رسیدگی بکنه. بهزیستی دخیل بود، نیروی انتظامی دخیل بود، سازمان تامین اجتماعی دخیل بود، وزارت بهداشت دخیل بود، اما هیچ وقت هیچ کاری نشد. همیشه برخوردی که شد برخورد حذفی بود. یعنی کودکان در ایران در تعمیرگاه، در چاپخونه، در فرش بافی، در کارگاه‌های سیمانسازی، قالب‌سازی، خیاطی کار می‌کنن. شرایطشون واقعا بده، برای اینکه خیلی وقتا کارفرماها از این کودکان سوء استفاده میکنن. از اون طرف مشکلی که وجود داره اینه که خب نهادی نمیاد حمایت بکنه. این کودکان عموما در خانواده های فقیرن، خانواده ها همه دارن کار میکنن، از حق تحصیل محروم میشن، امکانات بهداشتی ندارن، امکانات امنیت روانی ندارن. یعنی اگر کودکی بیاد و اعلام بکنه، اگر اعلام بکنه که در اون محلی که کار میکرده آزار دیده، هیچ نهاد نظارتی نیست که بیاد پیگیری بکنه، چون عملا کسی این کودکان رو نمیبینه.
کارگاه‌هایی که وجود دارند، فقط اینم باید اشاره بکنیم، جمعیت امام علی نبود که تلاش کرد برای رهایی این بچه‌ها. پیش از جمعیت امام علی هم خانه کودک شوش و خانه کودک ناصر خسرو تلاش کردند، اما همیشه بحث اینه که اون نگاه امنیتی کودکان رو حذف میکنه، کارفرماها و کارگاه‌های کوچیک رو کنترل میکنه و شرایط رو به این وضعی میاره که به این گزارش میره. توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در صفحه توییتر خود خبر داده دو شهروند لهستانی در حال حاضر در ایران زندانی هستند. او با اشاره به بازداشت ماچه ایوالچاک، استاد دانشگاه کوپرنیک لهستان، در ماه‌های اخیر نوشته او تنها شهروند زندانی این کشور در ایران نیست و جمهوری اسلامی سال 2020 یک شهروند لهستانی دیگر را با نام کوچک پیتر به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. در ادامه این رشته توییت آمده، منابع داخل ایران گفتند این شهروند لهستانی را در زندان ایوین تهران دیدند. بازداشت پیتر مدتی بعد از نشست ورشو در سال 2019 و آغاز کارگروه‌های آن انجام شد. وزارت خارجه لهستان پیشتر بازداشت ماچه ایوالچاک را تایید کرده بود. استاد دانشگاهی که به گفته رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران همزمان با یک رزمایش موشکی در ایران از خاک کرمان نمونه برداری می‌کرده است. در ادامه بیشتر بشنویم در مورد این دو شهروند لهستانی از کامبیز غفوری روزنامه نگار. قبل از این که اصلا رسانه‌ای بشه بازداشت ایوالچاک، این شهروند، حالا چرا نام خانوادگیش رو هم نمیدونیم، به خاطر اینکه منابعی از داخل ایران مدتی در زندان او رو دیده بودن، خودش رو به اسم پیتر شهروند لهستان معرفی کرده بوده و خب این منابع بعد از آزادی این اطلاعات رو گفتند. دولت‌های غربی معمولاً متمایلند که اگر شهروندشون در ایران بازداشت شده، سعی بکنن که این خبر رو رسانه‌ای نکنن، تلاش بکنن که تا حد زیادی از طریق چانه‌زنی‌های دیپلماتیک بتونن اینها رو آزاد کنن. برای همین ما آمار دقیقی از تعداد شهروندان خارجی در زندان‌های ایران نمی‌دونیم. این آقا اونطور که خودش به هم‌بندی‌های خودش گفته بوده، مدتی که در ایران بوده در واقع نه شخصیت سیاسی خاصی بوده، نه استاد دانشگاه بوده، یک شهروند عادی بوده، اومده از روی کنجکاوی هم به ایران سر بزنه، هم ببینه که آیا فضای کاری وجود داره اونجا براش یا نه. ظاهرا وضع مالی چندان مناسبی هم نداشته، از شهروندان عادی لهستانی بوده. این فرد اندکی بعد از نشست ورشو بازداشت شده در ایران، در زندان بوده. تماس هایی که من داشتم با وزارت خارجه لهستان، حاضر نشدن در این مورد کامنت بدن و اظهار نظر بکنن. اتهامش رو میدونیم، مضاف بر این چیزی که من گفتم، اتهامش رو میدونیم که اتهام او جاسوسی بوده، مانند بسیاری از شهروندان دیگر غربی که بازداشت میشن، یا همون استاد دانشگاه والچاک هم به خاطر نمونه برداری از خاک هم توی در گزارشتون بود، اتهام جاسوسی رو زده بودن. یکی از این شهروندان لهستانی پس از کنفرانس ورشو بازداشت شده. از کامبیز غفوری پرسیدیم ارتباط او با این کنفرانس چه بوده و چرا جمهوری اسلامی او را بازداشت کرده است. ببینید، جمهوری اسلامی معمولا چند تا هدف داره از گروگانگیری از بازداشت شهروندان خارجی در خاک ایران. یا مانند خانم زاغری که بازداشتش کرد، متامع مالی داره، سعی میکنه که بدهیاش رو با کشور غربی صاف بکنه، یا مانند بسیاری از شهروندان که گروگان میگرفت با افراد ایرانی که در زندانهای اروپا زندانی بودن معاوضه میکرد، اونهایی که به اتهام تروریسم در زندان‌های اروپا بازداشت بودند، از کسانی که دکتر بختیار رو ترور کرده بودند، چه ترور موفق چه ترور پیشتر از اون ناموفق دکتر بختیار، ترور دکتر شرفگندی، این افراد، یا ترور دکتر کاظم رجوی، این افراد بازداشت میشن یا زندانی میشن یا بدون گذراندن مدت محاکمه، مانند دو نفر که دکتر رجوی رو ترور کرده بودند، از فرانسه مسترد میشن در سال 1992 به ایران. این موارد بسیار زیاد هست. گاهی اوقات هم شق سومی داره، یعنی برای اعمال فشار سیاسی. لهستان در سال 2019 میزبان کنفرانس ورشو بود. کنفرانس ورشو در هماهنگی با دولت ترامپ برگزار شده بود. از طرف دیگه این کنفرانس داشت ادامه پیدا میکرد در قالب کارگروه‌هایی، مثلا اکتبر و آگوست 2019 در منامع بحرین نشسته بودن کشورهای مختلف دوره هم برای امنیت دریایی در چارچوب نشست ورشو. جمهوری
اصلا از این کار لهستان خوشش نیومده بود و خب به نظر میاد که بازداشت این شهروندها یک هشداری بود به لهستان برای اینکه کارگروه ها رو ادامه نده و واقعا هم دیدیم که کارگروه ها موفق شد، نشون میده که دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی متاسفانه داره کار میکنه. توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند رو میشنیدید. گزارش‌های شهروندان از همدان حاکی از ادامه وضعیت نامساعد آب آشامیدنی پس از نزدیک به دو هفته در این شهر است. همزمان آبفای همدان اعلام کرد آبرسانی از طریق خط انتقالی از شاه‌های منطقه خالق انجام خواهد شد. دادستانی همدان هم اعلام کرده بحران آب در این شهر ارتباطی با کمکاری مسئولان ندارد و به عوامل متعدد پشت پرده مربوط است. شهروندی با ارسال گزارشی به ایران اینترنشنال ضمن انتقاد از کیفیت پایین و همچنین قطع آب آشامیدنی میگوید مردم مجبورند برای تهیه آب آشامیدنی روزانه در صف بایستند تا از چشمه ها آب تهیه کنند. Kardeşlerin suyu zikkimdadır deyir. Əsəl nə işmaq olur, nə heysə, iyi də iftizadır. Hamı məcbur olub gəlsin çeşmələrdən su götürsün. Yəni bu bizim dərzimiz. Nə yazıq adamı. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به شناسایی دو مورد ابتلا به وبا در خوزستان از ضرورت تأمین آب آشامیدنی سالم گفت. محمد علوی گفته در بعضی از مناطق مشکلاتی در تأمین آب آشامیدنی وجود دارد. علوی تأکید کرده مهمترین عامل انتقال بیماری وبا از طریق آب آلوده است. با توجه به اینکه با گذشت هفته ها از وضعیت بحرانی آب آشامیدنی در شهر کرد و همدان هنوز این مشکل حل نشده، از ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست پرسیدیم آیا در این مناطق آب وجود ندارد یا مشکل چیز دیگری است؟ قطعاً سوء مدیریت به اصطلاح بلند مدت در بهره برداری از منابع آب عامل اصلی است. من مثال مشخص میزنم، این شهرستان شبستر که توی گزارش شما بود، این شهرستان خیلی کوچیکه، جمعیتش کمتر از 25000 نفره و منابع آب جاری هم نداره به اون صورت، همیشه متکی به آب‌های زیرزمینی بوده و خب تا در گذشته‌ها میشه بسیار شهر متمولی بوده، یعنی مثلا خیلی از این نمی‌دونم این بازاری‌های تهران اینا اصالت شبستری داره، همیشه شهر متمولی بوده. تمول این شهر از قنات‌ها میومده، 250 تا رشته قنات داشته، بعد اومدن به تدریج این قنات‌ها رو خشکوندن، به جاش چاه زدن، چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و اینها، 1300 تا چاه زدن. نتیجه این 1300 تا چاه اینه که این شهرستان الان با چیزی نزدیک به 600 میلیون متر مکعب به اصطلاح افت کاهش مخزن آب‌های زیرزمینی روبرو است. 600 میلیون متر مکعب برای شهر به اون کوچیکی. طبیعتاً دیگه اون چاه‌ها عمدشون دیگه جواب نمیدن و برداری از اونم روز به روز گرون‌تر و پرهزینه‌تر میشه. نتیجه این مشکل میشه که شما بینید، نتیجه این میشه که شما با سوء مدیریت یک شهر کوچیک متمولی رو تشنه و اینجوری آسیب پذیر نگه میدارید. به هر حال اون کشاورزی که گوش پیدا کرده و اون اینها نشون میده که چقدر ناپایدار بوده و اون سیاست های به صلاح برداری از منابع آبی که داشتن چقدر غلط بوده، که به هر حال یک جایی این غلط بودن دیگه خودشو میزنه بیرون و دیگه هم ادامه پیدا میکنه. وقتی که شما یه شهر کوچیک شبستر اینجوری میشه، اونم میگم شهری که تقریبا شهر متمولی حساب میشه، شما میبینید چقدر شهرهای بزرگتر، شهرهایی که در نیمه جنوبی ایرانن، در نیمه شرقی ایرانن، میتونن آسیب پذیرتر باشن. به هر حال خلاصه بکنم عرضم رو، سوء مدیریت چند دهه‌ای در بهره برداری از منابع آب عامل این وضعیت هست. با توجه به اینکه مردم در شبستر هم برای برداشتن آب خوردن از چشمه صف بستند، از ناصر کرمی پرسیدیم آیا آب چشمه ها برای خوردن بهداشتی است؟ بین بسیاری از بیماری های محیطی، مثلا همین وبا و میزان دسترسی به آب کافی و سالم، یعنی دو تا معلق هست، هم آب کافی باشه هم سالم باشه، نسبت مستقیم وجود داره. اغلب ما یک جغرافی های پزشکی داریم، یعنی یک سری بیماری ها مال مناطق خاصی هستند و فقط اونجا ها بروز میکنن و یک سری بیماری ها مال وضعیت های خاص اقلیمی هستند. شما الان ببینید توی اون مسئله شهر کرد ما دیدیم، تو مسئله همدان، برای اینکه فقط اعتراضات مردم رو بخوابونن و فقط به اصطلاح یک آبی توی لوله ها جریان داشته باشه، تقریبا بدون تصفیه، یا لااقل اینکه فقط تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیایی وجود نداره، دارن آب ها رو میرسونن، خیلی جاها دارن آب های چاهایی رو میرسونن که این چاها یا به اصطلاح چاهای در از کشاورزیه، یعنی میتونه آب اونها پر از به اصطلاح عموم و دفعات و کود و اینها باشه، یا چاهایی که شهری اونها، اینا رو دارن میرسونن. به همین خاطر ما بعد از این موج کمبود آب، حالا میگیم پاییز زمستون میاد، البته اینو من بگم که متاسفانه پاییز خشکی هم
در انتظار ما. توضیحات ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.